بسم الله الرحمن الرحیم بنام و یاد خدا سلام خدمت شما شاگردان عزیز خوشحال هستم که در چهارمین درس مضمون فیزیک سنفی هفتم با شما خوبان و مهربانان قرار دارم من با صحت و سلامتی در خدمت شما دوستان هستم امیدوار هستم که شما همچنان از لباس صحت و عافیت در کنار خانواده هایتان برخوردار باشید درس امروزی ما فیزیک سنف هفتم سنف هفتم مضمون فیزیک موضوع درس امروز موضوع درس واحد های اساسی و فرعی واحد های اساسی و فرعی صفحه واحد های اساسی و فرعی واحد های اساسی و فرعی صفحه پنج کتاب واحدهای اساسی و فرعی صفحه پنج کتاب صفحه پنج اهداف درس امروزی ما اهداف درس اهداف درس درس امروزی ما دو تا هدف داره هدف اول هدف اول درک و شناخت واحد اساسی و فرعی درک واحد اساسی و فرعی درک واحد اساسی و فرعی هدف دوم هدف دوم فرق بین واحد اساسی و فرعی فرق فرق بین واحد اساسی و فرعی دو تا هدف دوستان عزیز درس قبلی را اشاره می کنم درس قبلی تقریبا عین چیز بود با تفاوت کلمه اول موضوع درس امروز واحد اساسی و فرعی است درس قبلی ما و شما کمیت های اساسی و فرعی بود اهداف درس امروزی ما درک واحد های اساسی و فرعی هدف درس قبلی ما درک کمیت اساسی و فرعی بود هدف دوم فرق بین واحد اساسی و فرعی چی است درس قبلی را اشاره کرده بودیم که فرق بین کمیت اساسی و فرعی چیست با استناد درس های قبلی درس امروزی را اشاره می شروع می و با کمک درس قبل شما امروز خوب می‌فهمین که درس امروز چی است واحد اساسی و فرعی چی را میگه و تفاوتی از این دو تا تفاوت واحد اساسی و فرعی در کجاست من کمیت رو دوباره نوشته می کنم کمیت کمیت تعریف کرده بودیم دوستان عزیز تعریف کمیت چی بود؟ هر چیزی که قابل اندازگیری باشد او را میگن کمیت ما گفتیم چیزهایی که مشناسین قابل اندازگیری است مثلا طول تخته قابل اندازگیری است کمیت زمان میشه اندازه بگیریم کمیت است کتلی یک جسم میشه اندازه بگیریم به عنوان یک کمیت شناختیم پس کمیت وقتی که شناختیم کمیت ها را آمدیم دستبندی کردیم گفتیم کمیت چند قسم است؟ کمیت دو قسم است یکی کمیت اساسی داریم و یکی هم کمیت فرعی کمیت اساسی و کمیت فرعی کمیت های اساسی را دوباره نامگذاری کردیم کدام کمیت ها اساسی بودن؟ کمیت طول کمیت نام کتله و کمیت بنام زمان اینا رو می گفتیم کمیت های اساسی چرا؟ گفتیم کمیت اساسی به او کمیت میگن که در تعریف خود مستقل باشه طول تعریف کردیم طول به معنای فاصله مستقیم بین دو تا نقطه مشخص کتله ذرات تشکیل دهنده یک جسم زمان فاصله بین دو تا حادثه طبیعی به نام زمان یاد می شد اینا رو می گفتن کمیت های اساسی کمیت های فرعی دو تا کمیت فرعی رو خوانده بودیم یکی به نام سرعت و دیگری به نام تیزی سرعت تعریف کرده بودیم سرعت فاصله پیمده شده نظر به زمان به این خاطر میگم این یک کمیت فرعی است چون تعریفش مستقل نیست بدون زمان سرعت تعریف کرده نمیشه تیزی فاصله پیمده شده نظر به زمان بدون زمان تعریف مستقل نمیتونه داشته باشه بنابراین این را گفتیم یک کمیت چی کمیت فرعی کار خانگی ما و شما اگر باید داشته باشین دوستای عزیز چی بود یک کار خانگی بر شما دوستا گفته بودم کار خانگی به این بود که سرعت و تیزی تعریفش هر دویش مساوی است سرعت فاصله پیموده شده نظر به زمان تیزی هم فاصله پیموده شده نظر به زمان پس وقتی که تعریفش با هم مساوی است تفاوت در تعریف نمیبینیم پس چرا نامهایش تفاوت داره چرا ای را میگن سرعت و چرا میگیم تیزی امیدوار هستم که انجام داده باشین یک اشاره من میکنم شما هم کتابچه خودم میبینین و جواب خودم میبینین که شما چی جواب دادین آیا با جواب ما یکسان است یا نیست سرعت و تیزی تفاوتش در کجاست سرعت دوباره باز ما در درس های بعدی انشاءالله اشاره میکنیم کمیت بر علاوه که کمیت اساسی و فرعی داریم یک بار دیگر کمیت ها را تقسیمات میکنیم یکی کمیت اسکالری داریم و یک کمیت دیگر به نام کمیت های وکتوری داریم کمیت های اسکالری به او کمیت های میگن که فقط مقدار میتونه داشته باشه کمیت وکتوری به او کمیت میگن بر علاوه ای که مقدار دارد جهت هم ضرورت دارد مثال وقتی که میگم طول اگر شما دوستانه بگم طول این تختره اندازه بگیرین چند متر میشه شما از کجا میخواین اندازه بگیرین من میگم طول تختره اندازه بگی و نظر شما طول تخته باید به این شکل اندازه گرفته شود. یا به این شکل اندازه گرفته شوه جهتش مهم است دیگه وقتی میگم طول تخته دو متر است باید به این شکل اندازه بگیرم میبینم دو متر میشه اگر به این شکل به این جهت اندازه میگیرم میبینم که واحدی که ما میخوایم حساب کتابی که رویش انجام بتیم تفاوت پیدا میشه بنابراین جهت مهم است بنابراین میتونم بگویم که طول یک کمیت چیست؟ یک کمیت وکتوری جهتش حتمی و ضروری است اگر میخوایم میگم کتله ذرات تشکل دهنده جسم کتاب شما از چه مقدار ذرات تشکل شده آیا جهت مهم است میگم این کتاب وزنش ذرات تشکل دهنده از به عنوان 0.5 کیلوگرم است نیم کیلوگرم است خب به هر حالتی که بگذارین نیم کیلوست به این جهت بگذارین هم اما نیم کیلو را نشان میده جهتی از اگر تغییر بتون به این شکل بگذارم باز هم نیم کیلوست تفاوتی نمیکنه صفر شهر پنج کیلوگرم است بنا ان میتونم بگم که کتله یک کمیت اسکالر است فقط میتونم مقدار داشته باشه صفر شاره پنج که مقدار است واحدش میشه چی کیلوگرم سرعت و تیزی هم این شکل است سرعت و تیزی تفاوتش در کجاست سرعت یک کمیت وکتوری است جهتش حتمی است اما تیزی یک کمیت اسکالر است جهت نیاز ندارد. این تفاوتی که بین تیزی و سرعت بود و کار خانگی شما دوستان امی بود خیلی خوب با اشاره ای که به درس قبلی داشتیم میام درس امروزی را به شما دوستان ارائه میکنم واحد اساسی و فرعی موضوع درس ما و شما درک کنیم که واحد اساسی چی را میگه واحد فرعی چی را میگه فرق واحد اساسی و فرعی چیست گفتیم کمیت اساسی کدام کمیت میگه کمیت اساسی کمیت را میگن که تعریف مستقل داشته باشد بنا شما به این واحد اساسی را تعریف کنین خیلی راحت همگی گی که اشاره ای که کردم فهمیده باشن تعریف تعریف واحد اساسی واحد اساسی پس واحد اساسی چی است واحد اساسی به واحد گفته می شود که تعریف مستقل داشته باشه یک دانه باید باشه واحد فرعی چی است واحدی است که تعریف مستقل ندارد به تنهای خود نیست واحد اساسی واحد اساسی در تعریف خود در تعریف خود مستقل است در تعریف خود مستقل است و یک تاست در تعریف خود مستقل است و یک دانه است مثل شما یک دانه است واحد فرعی واحد فرعی واحد فرعی به تنهایی خود نمیتونه باشد نیاز دارد به یک واحد دیگر به تنهایی به تنهایی مفهوم ندارد و نیاز به واحد دیگری دارد واحد اساسی در تعریف خود مستقل است و یک دان است واحد فرعی به تنهایی خود مفهوم ندارد و نیاز به یک واحد دیگر دارد مثل که اینجا اشاره کردیم سرعت نمیتونیم بدون زمان اشاره کنیم تیزی رو نمیتونیم بدون زمان تعریف کنم اینجا هم واحد های فرعی را ما و شما می اشاره میکنم برای توضیح میتونم که به تنهایی خود تعریف مستقل نمیتونه داشته باشه خب دوستا تعریف ما دوباره پاک میکنم میام زیر هر کدام از کمیت ها واحدات نوشته میکنم واحد طول واحد طول چی است؟ واحد طول متر واحد طول متر نماد متر ن... این متر با چی نشان میتیم؟ در زبان علمی با حرف ام واحد کتله چی است؟ کلو نمادش چی است؟ کلو با چی نشان میتیم؟ که جی کلو گرام واحد زمان چی است؟ واحد زمان ثانیه با چی نشان میتیم؟ با کدام نماد؟ سکند سکند واحد سرعت واحد سرعت واحد سرعت چی است؟ گفتیم فاصله پیمده شدن نظر به زمان فاصله را با چی نشان میتیم؟ متر زمان را با چی نشان میتیم؟ سکند متر بر سکند واحد تیزی چی میشه؟ تیزی رو تعریف کرده بودیم فاصله پیموده شده نظر به زمان فاصله رو با چی اندازه میگیریم با متر زمان رو با چی اندازه میگیریم با سکند پس این میشه واحد تیزی متر بر سکند واحد سرعت میشه متر بر سکند واحد سرعت متر بر سکند متر بر ثانیه واحد تیزی متر بر سکند متر بر ثانیه ببینیم تعریفی که ما اونجا برای شما قبلا گفتم اینجا شما میبینین عملا همچی چیزی باشه یعنی واحد اساسی به واحدی گفته میشد که یک دانه باشه متر یک تاست کلوگرام یک تاست سکنت یا ثانیه یک تاست واحد فرعی به واحدی میگن که تنهایی نمیتونه وجود داشته باشه به تنهایی خود مفهوم خاص نمیتونه داشته باشه یک تعریف ساده دیگر هم میتونم برای شما بگویم واحد فرعی به واحدی گفته می شود که از حاصل تقسیم دو تا واحد دیگر به وجود آمده باشد مثلا متر آمدم تقسیم کردم بر سکند متر آمدم تقسیم کردم بر ثانیه متر تقسیم بر ثانیه یا سکند یک واحد جدید به وجود آمده میگه متر بر سکند این میگن یک واحد فرعی واحد تیزی متر بر سکند ای واحد متر آمدم تقسیم بر سکنت یا بر ثانیه کردم یک واحد جدید تشکیل شد اینجا به نام متر بر سکنت اینو میگن واحد فرعی واحد فرعی به واحدی میگن که از حاصل تقسیم دو تا واحد دیگر به وجود آمده باشد واحد فرعی به واحدی میگن که از حاصل ضرب دو تا واحد دیگر میتونه به وجود بیاد سطح ای تخته را شما بخواین اندازه بگیریم مساحت اتاق خود میخواین اندازه بگیرین شما در اتاقی که زندگی میکنین فرشی که شما در اتاق خود دارین میگین فرش شما مساحتش چند است میگیم فرش ما 12 متر مربع است 12 متر مربع یعنی چی طولش 4 متر است عرضش 3 متر است 3 را ضرب در 4 کردم میشه 12 متر ضرب در متر میکنم میشه متر مربع فرش شما دوازده متر مربع است در اتاقی که شما استفاده میکنین پس اگر ایتو تو یک چیز داشته باشم که متر ضرب در متر شما در ریاضی میخوانین هر چیزی که توان نداره توانش چند است؟ یک قاعده طاقت اگر با همدیگر دیگر میخواستیم ضرب کنیم چی میشه؟ ای اردو تا قاعده ها رو ضرب میکنم از توان ها با هم جمع میکنم قایده ها را یکش میگرم متر ضرب در متر میشه متر یک جمع یک میشه چند یک جمع یک مساوی میشه متر یک جمع یک چند میشه دو این میگن متر مربع متر به توان دو ببینین این را میتونیم بگویم که یک واحد فرعی واحد فرعی به واحدی گفته میشوند که از حاصل ضرب دوتا واحد دیگر به وجود آمده باشد متر با متر ضرب میکنم میشه متر مربع متر مربع که عبارت از واحد مساحت باشه واحد سطح باشه این به نام یک واحد فرعی میگن فهمیدین دوستا درک واحد اساسی و فرعی یعنی چی شناختیم دانستیم که واحد اساسی چی رو میگه واحد اساسی یک دانست است مستقل است واحد فرعی چی رو میگه؟ واحد فرعی خودش مستقل بوده نمیتونه یا از حاصل تقسیم و یا از حاصل ضرب دو تا واحد دیگر به وجود می آید فرق بین واحد اساسی و فرعی فرقش چیست؟ نیاز نیست که من اشاره کنم دیگه گفتم فرق واحد اساسی و فرعی در این میست که واحدهای اساسی مستقل هستند واحدات فرعی مستقل نیستن یا از حاصل ضرب و یا از حاصل تقسیم دو تا واحد دیگر به وجود آمده باشد سوالی داشته باشند دوستا نیست یک کمی میخوایم اینا را وضاحت بتم یک کمی میخوایم تعریفی بیشتر بسازم آیا شما میفهمین متر یعنی چی تعریفش چطور میشه شما متر میشناسین ما ایره میگه متر چی است متر به خاطر کیه به کار میره به خاطر گیری چرا میخوایم با این اندازه بگیرم میخوام چی اندازه بگیرم میخوام طول تخته را اندازه بگیرم میخوایم فرش اندازه بگیریم میخوایم شیشه خانه خود اندازه کنیم که چه مقدار شیشه با کدام طول شقه باشه ارزش شقه باشه با ای استفاده میکنم اینو میگن متر دوستان متر متان فلزی باشه متر متان چه باشه متر فیتی باشه متر متر ای. روز قبلی گفتم واحدایی که ما و شما اشاره میکنیم واحدایی که انتخاب میکنیم باید واحدات مناسب داشته باشیم. واحدات مناسب داشته باش شما اگر در خیاطی میرین لباس برتان میدوزین آیا با متر فلزی شما را اندازه میگیره خیاط یا با این مترهای های ای؟ کدام یکی میفهمین چرا چون متر فلزی خطرناک است چون متر فلزی واحد مناسب برای اندازه بدن ما و شما نیست ممکن وقتی که خیاط گردن ما و شما را اندازه میگیره اگر اشتباه کنه خطا میخوره چشم ما و شما را زخمی میساز. به این خاطر واحد مناسب برای خیاطی نیست بنابراین باید با متر فیتهی اندازه بگیرم اندازه شانه من چقدر است اندازه طول قد من باید چقدر باشه متر فیتهی مناسب است در گلکاری آیا متر فتی استفاده میکنن یا متر فلزی کدام یکی؟ چرا؟ چون با آب و گل و اینا این مترها زود از بین میره در مقابل آفتاب زود از بین میره یک واحد مناسب برای گلکاری نیست متر به شما تعریف میکنه متر شناختن این رو میگن متر فلزی اینا رو میگن متر فتایی یک تعریف کنیم برای متر متر چطور تعریف میشه شاگردای عزیز متوجه باشین ببینین من چی کار میکنم یک چیزی یک تا رسمان یک تا تا را شما میگیرین با قلمتان وصل میکنین ببینین من با این چی کار میکنم خیلی راحت با انگشتتان ای را محکم میگیرین قلمتان را وصل کردین ببینین من اینجا این را میچرخانم به شرطی که دست ما شور نخورد چه شد دوستای عزیز؟ یک دایره شد یک دایره شد خب هدف اینجا چی است؟ من میخوایم کره زمین را به شما ترسیم کنم کره زمین ترسیم کنم کره زمین شما حتما در جغرافیه خوانین یا خوانده باشین از استاد جغرافیه خود باز بیشتر میتونین پرسان کنین با این چی کار میکنم شما اگر این دایره را به نام کره زمین بشناسین به عنوان کره زمین کره زمین یک خط به این شکل داره ایره به نام میکنن خط مستقیمی که زمین به دو قطب مختلف تقسیم میکنه ای رو میگن قطب شمال قطب شمال ای میگن قطب جنوب قطب جنوب خود این خط به نام چی یاد میکنن به نام خط استوا خط استوا خطی است که زمین به دو تا قطب شمال و جنوب تقسیم میسازه برای اولین بار متر چطور تعریف کردن؟ گفتن متر هرگاه ما از خط استوا تا قطب شمال یا از خط استوا تا قطب جنوب و ده تا میلیون حسه مساوی تقسیم کنم ده میلیون حسه مساوی ببینین فرض میکنیم به این شکل دوستان متوجه باشین ببینین چی کار میکنم اگر خط استوار تا قطب شمال ما به ده میلیون حسه مساوی تقسیم کنم فرض کنین از اینجا تا اینجا یک میلیون باش از اینجا تا اینجا چند باشه یک میلیون دیگه باش میشه دو میلیون از اینجا تا اینجا چند میشه میشه یک میلیون سه میلیون مجموعا هر کدام از این اگر شما یک میلیون بشمارین یک میلیون یک میلیون یک میلیون اگر از اینجا تا اینجا را شما یک میلیون بشناسین مجموعی از اینا شود ده میلیون تعریف متر به شکل میشه تعریف متر یک بر ده میلیون یکان دهان سدن هزار ده هزار صد هزار میلیون ده میلیون تقسیمات میکنیم یکان دهان سدن هزار ده هزار صد هزار میلیون ده میلیون یک بر ده میلیونم حسی فاصله خط استوا فاصله خط استوا تا قطب زمین اینو میگه متر یعنی اگر خط استوا را تا قطب شمال بیم به ده میلیون حسه مساوی تقسیم کرده باشم هر کدام از این به نام یک متر یاد میشه البته متر معیاری داریم و متر معمولی داریم مترهایی را که ما استفاده میکنیم اینا مترهای استاندارد نیست مترهای معمولی است اگر هوا گرم شوه انبساط میکنه طول از یک کم دراز میشه اگر هوا سرد باشه اینا انقباز میکنه یک کمی خود جمع می سازه اگر شما ده هوای گرم برین با این اندازه بگیرین وقتی در زمستان با هوای سرد میخواین اندازه بگیرین حتما یک چیزی در اندازه شما تفاوت پیدا میشه چون مترای استاندارد نیست اینا متر معمولی است متر استاندارد که است متر استاندارد ترکیب از یا الیاژ میگن برش الیاژ یا ترکیب از چی از پلاتینو پلاتینو ایردیم. متر استاندارد از پلاتین و ایریدیم ساخته میشه از دو تا فلیس. و در شهر سیوغ فرانسه در کتاب شما نوشتن شهر سیورس سی ورس سی ورس. کلمه فرانسوی است یک شهر از فرانسه است اصلا این نوشته میشه سی دوستان S در زبان فرانسوی در آخر خوانده نمیشه و آر هم در زبان فرانسه حرف آر مثل انگلیسی ر تلفظ نمیشه آر مثل غین تقریبا تلفظ میشه ای تو خوانده میشه سی وخ سی وخ در کتاب نشتن سی ورس. اما دقیقا اگر شما بتونین بخوانین میشه سی وخ در شهر سی وخ فرانسه این متر در موزیم نگهداری شده برای اولین باری که ساخته شده بود درس ما اینجا دوستا به پایان میرسه یک کار خانگی بسیار خورده را به شما خوبان اشاره میکنم امیدوار که در جلسه بعدی توضیح بتین فاصله شهر کابل تا هرات باید با چی اندازه میگیم فاصله کابل تا چند متر بگیم خوب است چند سانتی متر بگیم خوب است یا بگیم چند کیلومتر است خوب است با چی اندازه شد با باید یک اگر بخوایم طول کتاب شما را اندازه بگیریم بریم کتاب خود را اندازه کنیم در جلسه بعدی به ما جواب بدین. بگین طول کتاب فیزیک سنف افتام شما چند متر خوب است یا بگین چند سانتی متر خوب است عرض کتاب شما با متر اندازه شده خوب است یا با سانتی متر اندازه میشه خوب است بگین چند متر است یا چند سانتی متر است کدام یک از اینا خوب است این کار خانگی شما دوباره اشاره میکنم فاصله کابل هرات با متر یا کیلومتر و طول و عرض کتاب شما با متر اندازه میکنین یا با کیلومتر اندازه میکنین یا با سانتی متر کدام یکی از اینا واحد مناسب خواهد بود درس امروزی به پایان می رسه تا جلسه بعدی خدایا رو نگهدار شما